من هستم کامران مظفر زرگنده. میگم فکر نمی کنین یه خورده همچین لباستون یکم یه جوری نامناسبه؟ این بهترین کچلوار منه، فاسونی درجه یکه. شلوار خوبیه ها، فقط یکم همچین قدیمیه. چیز دیگه با خودتو نیاوردی؟ نه. بابا میشه یکی از لباساتو بده این بپوشه؟ چی؟ یکی از لباساتو بده این بپوشه. تو انگار حالت خوب نیست، من لباسام بدم بپوشه؟ خوب بده لباساشو بپوشه. نه بابا، لباسای ناجوره، لباسای تو بهتره. ناجوره. حالا چی میشه مگه یکی از اون لباس خوشگلاتو بدی؟ خسیس بازی در نیار دیگه. بابایی ببین، فقط میخوای بهش لباس بدی، یه چیزی بده که مثلا تو مایه رنگ روشن زردی چیزی اگه بده بهش بیاد. باشو ببین، یه دو دست لباست قشنگ بهت بدم مثل آدم بشی. باشو لباسو باشا دیگه. باشا خیلی باحال. خب ببین خوبه دیگه، تو پول ما پول کپول هم هست. نیما حرف بی خود از حوصله ندارم. بفرمایید این از اومده تر تازه. بشین عزیزم، بشین. این هو از گیل شدی ها. نیست، فقط یه کوچولو ازش گوشه. خیلی خوب بابا، خوب از اون قبلی که بهتره که. یعنی چه کشاده کشاده، یعنی چه ها؟ خب نداشتیم سایزهای دیگه، تموم شده. بگم سایزی همین یه سایز مونده، همین دادیم بهش دیگه. بابا میگم فقط چرا اون پیرن زردتو که گفتم بهش ندادی؟ نازی داری دیوونم میکنی ها؟ چیکار میکنی تو ها؟ چیکار میکنی؟ که اون لباس زرده که انداخت تو لباسشویی با اون لباس قرمزه خواب رنگ با رنگ شد صورتی. صورتی بدم خدمتشون؟ صورتی که نه. خب چرا نه، خیلی هم بهت میاد. بهش میاد. نه نمیخواد دیگه، بلش کنی، وقت نداریم. بیا بشین حرفامو هماهنگ کنیم با هم دیگه. خب منم میام دیگه. نه خیلی لازم نکرده، همین جوریش هم آبروزی نشه شانس آورد. حالا رسیدیم به قسمت های جذابش. باشه بگیم. مطمئنید این لباس خوبه نازی خانم؟ صد دفعه بهت میگم به من نگو نازی خانم. ناسلامتی ما نام زدیم، بگو نازی. آخرش هم امشب خرابکاری میکنی. ببخشید دیگه تکرار نمیشه. خب ببین، همه اون چیزی که گفتم یادت مونده؟ بله، فقط یه مسئله ای هست. خب بگو چی؟ فقط چی؟ من با این مهندسی عمران یه خورده مورد دارم. چرا مهندسی عمران که خوبه که؟ نه من دوستشم جانورشناسی بخونم. نمیشه یه رشته دیگه خونده باشم جانورشناسی خونده باشم. آخه جانورشناسی هم شد رشته؟ در دانشگاه‌های معتبر اروپا. خیلی خوب هر چی می‌خوای خونده باش. فقط یه امشب خرابکاری نکن. خب بابای منم چرا نمیاد؟ هر دفعه عین زنا یه صد لفتش میداد. حاضرشه بابا. بابا ای کوف چته داد میزنی نصف شبی؟ چیکار میکنی دم در؟ ها؟ این پاشتکیش کجا گذاشتی؟ این پاشتکیش دو ننت کجا قایم میکنین؟ ها؟ آخ اومدن. سلام آقا ایسام، حال تو خوبه؟ خوب هستی؟ خوبی؟ قربانه؟ حال خوبه؟ خوبی؟ سلام علیکم، حال تو خوبه؟ خوبی؟ امیرسام نامزد من کامران. ببخشید من شما رو جایی ندیدم اتون. مظفر زرگنده هستم. کامران مشاور و معاون بابا هستن. چه خوب، عالیه. من فکر نمی‌کردم ایشون نامزد شما باشه. مبارک، واقعا تبریک میگم بهتون. من خودمون. ببخشید پانتام نامزد من. پانتا خانم تبریک میگم. خب وقتی که پانتا رو گرفتی دیگه با تو ازدواج نمیکنه که. نه عزیز، چی میگی؟ چیکار میکنی؟ این حرفا چی آقای بلبار؟ شما میفرمایید همینطور گفتم. آخه دختر شما که خیلی ماهن. راست میگه؟ میگم زودتر بریم تا اگه بخوای به شام برسی. آه راست میگه. خب بریم. خب بریم سلاش. بیا عزیبا، بیا پرسه هاشو پروت بکش بالا. آخه
ولی من واقعا سورپرایز شدم، اصلا نمیتونستم حد بزنم که نامزد تو میتونه آقای ببخشید اسم شما یادم میره مظفر زرگنده. آقای مظفر زرگنده باشه. بله منم اصلا نمیتونستم حد بزنم که شما قراره با این پانتا با این پانتا خانم ازدواج کنیم. آره نازی جون، وقتی امیر سامن پیشنهاد ازدواج داد خودم هم باورم نمیشد، داشتم از خوشحالی پس میافتادم. من خیلی وقت بودش که قصد ازدواج با پانتا رو داشتم، خودش هم نمیدونست. یه روز دیگه طاقت نیاوردم، رفتم بهش گفتم که میخوام باهات ازدواج کنم، یه جوری شوکه شد نزدیک بود از رو صندلی پرت بیفته. برعکس من اصلا شوکه نشدم وقتی کامران از من تقاضای ازدواج کرد، نه که این آخری خواستگار زیاد داشتم واسم عادی شده بود، نه بابا. ها؟ میگم این آخری خواستگار من زیاد داشتم. راست میگه، راست میگه. ببین اینقدر خواستگاراش دم در زیاد بود که من و مادرش مجبور شدیم بریم دم در همه رو رد کنیم. چطور این کار انجام دادی کامران جان؟ بله؟ چطور این کار انجام دادی؟ چه کاریو؟ پیشنهاد ازدواج. آقا اولش خیلی سخت بود دیگه برها. وقت نظر آقای بودبار چی بود؟ نظر من؟ دستشو میبوسم، دست داماد مظلومه میبوسم که آقا تو رو از من دست یه حیولت نجات بده. راستی نازی جون، حلقه و لباس عروس و اینجور چیزا تو سفارش دادی؟ بله گرفتم همه رو. خوش به حالت، من چیزایی که دوست داشتم نتونستم پیدا کنم، تو از کجا گرفتی؟ من کامران همه رو از خارج برام آورده، میدونی من گفتم فقط حلقه و لباس خارجی میخوام. کجا تشریف بردنیشو؟ کامران رفته بود لندن هفته پیش، نه که اونجا درس خونده، هی میره اونجا. چه جالب، چی خوندین؟ جانورشناسی. به خاطر همینه که اومده دکتر منو گرفته دیگه. وقت توی کدوم دانشگاه؟ خب حالا اصلا چه اهمیتی داره؟ من به حسب کارهایی که تو لندن دارم میرم میام به دانشگاه اونجا خیلی سر میزنم، میخواستم ببینم کدوم دانشگاه. برونل. اوه چه دانشگاه خوبی هم هست، توی کنزینگتون. نه تو کنزینگتون نیست، تو وست لندن اکسبریج. واو وست لندن تو اکسبریج. آره آره، یه رستوران ایتالیایی هم هست، اسمش چی بود؟ نوناروزا. نوناروزا درسته. واو یه غذای ایتالیایی معرکه داره به نام راویولی. راویولی لذیذ واقعا. عذر میخوام دست درد نکنه، اگه 5 دقیقه دیگه دیرتر اومده بودی رفته بودم هی همسایه های پشتی غذاهاش رو خورده بودم. جوجه کباب بدون استو. نه این مال منه. نه این مال منه. بشقاب سبزیجات. این مال اینه. بیا. میکس دریایی. میکس دریایی مالی خواست. بختیاری. بختیاری. بختیاری مالته. جوجه کباب. بیا بابا بگیر. بفرست. چیز دیگه احتیاج نداری؟ نه ما میخواستیم دو دقیقه فقط خودت رو ببینیم، تو هم که همش تو آشپزخونه. مزاح میکنن، مزاح میکنن. هم نیست؟ نه کاری بهت نداره. بفرمایید. میگم کامران جان راستی شما کت شلوار خریدین؟ ما؟ نه. چه خوب شد چون امیر سام هم میخواد کت شلوار بخره، اما یه من یه کت شلوار فروشی داره که خیلی کت شلوار خوبی داره، همه ایتالیاییه. شما میتونید با ما بیاین خرید؟ او حتما. نه ما مزاحم شما نمیشیم. نمیشیم بابا، مزاحم ما که باید با اونجا بریم. خب به اتفاق با هم میریم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. فکر میکنم درجا خوردتو نمیخوری؟ چرا نه، فردا شبم شام مهمون من. با فردا شب هم کام نمیدید که گفت آسید. برخشید دریایی تا ببینم دایی بود برازی ببینم کنیم نزید نزید اون کبابه بختیاری تو دستون در خواب میگم دیم. وای خیلی خوشم. وای ترکیدم عباس که خوردم ترکیدم. این چه حرفی بود تو زدی؟ ها؟ بله میگم برای چی واسه فردا قرار گذاشتی؟ من قرار نذاشتم، آقای امیر سامخان قرار گذاشتم، بنده قبول کردم. آقای امیر سامخان غلط کردم با شما، میگم برای چی واسه فردا قرار گذاشتی؟ نازی خانم من این کارو به خاطر شما کردم، فکر کردم مؤدبانه تر اینطوری. آخه حالا من چی شده؟ حالا من چی شده نازی قد داد بیداد را انداختی؟ خب فردا هم میریم یه شام یه چیزی میخوریم برمیگردیم. بیا بریم حالا تو خونه بیا.
متشکرم، دیگه مزاحم نمیشه. خب حالا بیا توی آژانس برات بگیرم. میخوام یک کم قدم بزنم. آقا برو قدم بزن. ما هم نمیدونیم چه حالی میده. الان بده بگیری بخوابی. نیومدی که نیومدی. ما رفتیم تو. ببین میگم تو قبلا لندن بودی؟ لندن نه. خب پس ببین چیز اون حرفایی که میزدی اونا رو از کجا میدونستی؟ جدال زیاد حل میکنم، اطلاعات عمومی من خیلی خوبه. شب بخیر. شب بخیر. و کامران تا فردای اون روز همجوری راه رفت.